Ashrafi, and I would like to salute you and begin our program today by acknowledging the traditional owners of the land on which we are standing today. We have gathered here today on the one-year anniversary of Jinnah's uprising. On September 16, 2022, Jinnah Amini, a 22-year-old Kurdish woman, died in police custody in Iran after being arrested for not wearing her hijab properly. Her death set off protests nationwide, with demonstrators adopting the slogan, "Woman, Life, Freedom." Jinnah was not the only woman who was arrested and beaten for not obeying Islamic dress code in Iran under sexual apartheid of Islamic regime in Iran. We gather here today to commemorate Jinnah and send greeting to those who fearlessly challenge the Islamic regime of Iran. We are here to commemorate over 600 protesters who were executed by Islamic regime in Iran. We are here to celebrate their lives with their families. We are here to be the voice of families who are under pressure to keep quiet and not seek justice for their beloved ones. These families are even blocked from the graveyards, grave sites of those killed during Jinnah's uprising, revolutionary uprising in Iran. Let us chant all together, "Down with the Islamic Republic of Iran!" Down with the Islamic Republic of Iran! Woman, life, freedom! Woman, life, freedom! Free all political prisoners in Iran! Free all political prisoners in Iran! با درود به شما دوستان عزیزانی که امروز با فراخوان ما، فراخوان کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران اینجا زحمت کشیدید و امروز بسیار سپورتیو اومدید شرکت میکنید. من پروین اشرفی هستم و میخوام برنامه امروزمون رو با به رسمیت شناختن این که صاحبان اصلی زمینی که ما بر اون ایستادیم بومیان کانادا هستن، این رو باید همیشه اکنالج کنیم. ما امروز در یک سالگی قیام جینا قرار داریم و اینجا جمع شدیم تا این یک سالگی رو به اصطلاح گرامی بداریم. همتون میدونید که در 25 شهریور سال پیش مهسا جینا امینی، زن 22 ساله کرد اهل سقز، به دلیل عدم رعایت به اصطلاح حجاب درست دستگیر شد و در بازداشتگاه گشت ارشاد جان او را گرفتن. مرگ جینا تلنگری بود برای اعتراضات عمومی و سرتاسری با تکیه بر شعار ژن ژیان آزادی. واقعیت اینه که جینا تنها زنی نبود که به خاطر بدحجابی دستگیر شده و مورد ضرب الشتم قرار گرفت. این مبارزه درست از پس از بروی کار اومدن رژیم جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 شروع شد، مبارزه زنان علیه حجاب در واقع. اما خیزشی که اخیراً در یک سال اخیر در گرفت، در واقع به نماد خیزشی جینا به نماد خیزشی تبدیل شد که ماها به طول انجام داد. خیزشی که از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، از کردستان تا بلوچستان، از اهواز تا گیلان، از در همه شهرهای ایران گسترده شد. ما امروز اینجا گرد اومدیم تا یاد جینا را گرامی بداریم و به کسانی که بی وقفه
با رژیم جمهوری اسلامی در سرتاسر خیابان‌های ایران در نبرد هستند درود بفرستیم. ما امروز اینجا هستیم تا بار دیگه خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی در بند باشیم. ما اینجا هستیم تا یاد و خاطره 600 نفری که پس از دستگیری در بیدادگاه‌های رژیم اعدام شدن یاد و خاطره اونها رو گرامی بداریم. ما اینجا هستیم تا صدای خانواده‌هایی باشیم که برای صدای خانواده‌هایی باشیم که تحت فشار هستن که به دنبال عدالت و دادخواهی برای عزیزانشون نباشن. این خانواده‌ها حتی برای حضور بر سر قبر عزیزانشون تحت فشار هستن و هر روز با نیروهای امنیتی و پلیس به اصطلاح جمهوری اسلامی در حال مقابله هستن. امروز با خبر شدیم که امجد امینی پدر ژینا امینی رو هم دستگیر کردن. من همینجا اگه اجازه بدین صحبتامو خاتمه میدم و از دوست عزیزمون نسیم صداقت خواهش میکنم که روی استیج بیاد و صحبتاشو نظراتشو با ما در میون بذاره. خیلی ممنون. رفقا و دوستان عزیز، ما در آستانه اولین سالگرد قیام ژینا هستیم. مردم ایران که از این همه ظلم و ستم به تنگ اومده بودن، سال پیش در همین ایام به خیابون‌ها آمدند و به مدت 4 ماه خواب حکومت رو برهم زدند. ماجرا چنین ابعاد وسیعی گرفت که در سراسر رسانه‌های بین‌المللی انعکاس پیدا کرد و حتی برخی از سران رژیم هم بار و بنشون رو بستن تا از کشور خارج بشن. اما به هر ترتیبی بود به قول خودشون قائله رو خوابوندن و امروز هم تلاش میکنن با نشون دادن مشت آهنین اوضاع را تحت کنترل خودشون در بیارن، غافل از اینکه شعله‌ای که روشن شده دیگه خاموش شدنی نیست. به نظر من حالا زمانی رسیده که ما هم باید نگاهی به گذشته بیاندازیم و ببینیم اشتباهات و کمکاری‌های ما در کجا بود. تقدیس و تابوسازی در نقد از گذشته چاره کار نخواهد بود، همچنان که در گذشته نبود. خیزش سال پیش این بار هم مانند سالهای قبل اوج گرفت و بعد هم فروکش کرد. این فروکش به معنای اون نیستش که قال قضیه کنده شده، مسلماً دوباره از جای دیگه سر خواهد زد. اما چرا علارغم این که ما دلاورانه به خیابان‌ها میایم، جونمون رو کف دستمون میگیریم، کشته میشیم، به زندان میافتیم، هنوز نتونستیم خاکریزهای دشمن رو اشغال کنیم؟ ما از هر حرکت درس تازه‌ای میگیریم. مثلا در سال گذشته آموختیم که تعدد و پراکندگی اعتراض‌ها و تداوم اون نیروهای دشمن را پراکنده کرده و اونان را خسته میکنه. ما یاد گرفتیم تشکیلات افقی و موقت خودمون را داشته باشیم که این حرکت‌های به ظاهر پراکنده و سازمان نیافته را سازماندهی کنیم و به پیش ببریم. اما پاشنه آشیل جنبش مردم ایران عدم اتصال این حرکت‌های منفرد به ویژه اعتصابات کارگری با حرکت‌های اعتراضی خیابونه. اگه به یاد داشته باشیم تا قبل از جنبش مردمی ژینا حرکت‌ها و اعتصابات کارگری در اوج خودشون بودن، اما به محض شروع این خیزش اون حرکات نیز فروکش کرد. در واقع اگه بی پرده بگیم دست دولت رو برای سرکوب جنبش خیابون باز گذاشتند. به نظر من جریان ها و فعالین منفرد کارگری هم چه در ایران چه در خارج از ایران در این رابطه مسئول هستند. ما عادت کردیم که به دنبال قضایا حرکت کنیم. گفتن این که رژیم قدرت سرکوب داره که کافی نیست، چطور میشه این قدرت رو تحلیل داد و توازن قوا را به سمت مردم بچرخونیم؟ کسی به دنبال این نیستش که چرا حرکت‌های کارگری که میتونستن با اعتصابات همتاوان خودشون پایه‌های اقتصادی حکومت رو فلج کنن و نیروی سرکوب اون رو از پا بیاندازن ادامه پیدا نکرد؟ چرا این حرکت‌ها به اعتراضات خیابانی پیوند نخورد؟
اشکال قضیه از کجاست؟ به نظر من اشکال در عدم وجود یک تشکیلات سراسری کارگریه که چشم‌اندازی فراتر از طرح مطالبات صنفی سندیکایی داشته باشه. اشکال در عدم حضور تشکیلات رزمنده پیشتازان کارگری، حزب پیشتازه که با بدنه جنبش کارگری در ارتباط تنگاتنگ باشه و بتونه در لحظاتی تاریخ ساز مانند سال گذشته حرکات رو هماهنگ کنه، سازماندهی کنه و به پیروزی برسونه. به نظر من اشکال ممکنه بعضی ها بگن من مرتبه خشخاش میذارم، وگرنه چطوری ممکن بود که مردم 4 ماه بدون سازماندهی به خیابون بیان؟ مطمئناً همه این اعتراض ها سازماندهی داشت. مردم در هنگام ضرورت سازمان های خودشون هم به وجود میارن، اما این کافی نیست. هسته ای که به منظور مشخصی تشکیل شده بعد از پایان ماجرا هم از هم دیگه میپاشه و میره. منظور من هسته هایی هستن که در جریان مبارزه همدیگر رو پیدا کردن، چه در کف کارخونه یا در محلات و مراکز شغلی تشکیل شدن و ادامه کاری دارن. منظور من ارتباط فعالین کارگری با این هسته هاست. ما که از گسترش آگاهی و سازماندهی و سازمانیابی صحبت می کنیم، طی 44 سال گذشته چه قدم های عملی در این راستا برداشتیم؟ اصلی جنبش ژینا، خیزش بنزین، اعتراض زنان به حجاب اجباری و بقیه، همین عدم پیوند این اعتراضات به اعتصابات کارگریه. ما زمانی میتونیم حکومت رو به زانو در بیاریم که تهاجم خودمون رو در همه زمینه‌ها به شکلی هماهنگ به پیش ببریم. شکی نیست که این شعله دوباره زبانه خواهد کشید. بیایید از این زنگ تفریح استفاده کنیم و خودمون رو برای این حرکت بعدی آماده کنیم. این رژیم روز به روز بیشتر تحلیل رفته و بیشتر در معرض خطر سقوط خواهد بود. اما اگه ما آماده نباشیم، دیگرانی هستن که دوباره قدرت رو به دست میگیرن و دوباره همون آش هستش و همون کاسه برای 50 سال دیگه. سالگرد خیزش مردمی ژینا فرصت مناسبیه که به نقد خودمون بشینیم، کاستی ها رو ببینیم، در اتحاد با هم دیگه مقدمات حرکت بعدی رو فراهم کنیم. اتحادی که با گذر از بوته انتقاد از خود خودمون رو صیقل داده و ما رو بیشتر برای کسب پیروزی نهایی بر علیه سرمایه‌داری آماده میکنه. Let's be clear and emphasize that woman life freedom means freedom and equality in all aspects of life. It means no poor exploitation, no poor poverty. It means freeing women from the chain of unequal laws which cause women to be deprived of their most basic human rights. It means no poor hijab, no poor femicide. Yes to equal rights in marriage, fair and equal working conditions. It means ending child marriage. It means ending child labor. It means stopping any form of homophobia, discrimination, sexual harassment, rape and violence against women, men, and the rainbow community. These days, woman life freedom also means stopping arrests, imprisonment, torture, and execution. So let's chant together, woman life freedom. Woman life freedom. Woman life freedom. Woman life freedom. I would like to ask our next speaker, Shohreya Ghambari. She's here to speak for us and share her thoughts. با درود و سلام به شما عزیزان که امروز در سالگرد مهسا اینجا گرد هم آمدید. در سالگرد قتل حکومتی ژینا و در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران
و با شعار جن جیان آزادی نام و یاد همه آنانی که جان بر کف به خیابان‌ها آمدند و برای آزادی و رهایی و یک دنیای بهتر در مقابل رژیم قرون وسطایی ایستادن را گرامی می‌داریم. یک سال از این قیام خونین گذشت و در تمام این یک سال همانند 44 سال گذشته حکومت با سرکوب وحشیانه معترضین، بازداشت‌های گسترده، اعدام و زندان و شکنجه و پر کردن زندان‌ها از دانشجو، معلم، هنرمند و جوانان و دیگر اندیشان تلاش مذبوحانه‌ای برای حفظ نظام ورشکسته خود می‌کند. اما شعار زن زندگی آزادی فریاد مشترک و فراگیر همه مردم ایران شد و مرزها را در نوردید و جهانی شد. قتل جنایتکارانه مهسا امینی در روز 25 شهریور سال گذشته تبدیل به خیزشی شد که جای جای کشور را فرا گرفت و یک نقطه عطف تاریخی در مبارزات مردم ایران برای آزادی و برابری و رهایی شد. جنبش عظیم اجتماعی که در پیشاپیش آنها زنان در صف اول مبارزات قرار گرفتند، جنبشی که از دل مبارزات چندین ساله مردم از دی ماه 96 از آبان خونین 98 سر برآورد. این جنبش توانست همبستگی کم نظیری در جلب افکار عمومی و نیروهای مترقی جهان را کسب کند. زن زندگی آزادی تنها یک شعار نبود، بازتاب شرایط سخت سالهای سرکوب بود. همه مشتها را گره کرده و فریاد دادخواهی سر دادند. مشعل اعتراضات از زنان به خیابان، از خیابان به دانشگاه و از دانشگاه و مدرسه در بلوچستان و کردستان و سراسر ایران یک صدا فریاد شد بر علیه یک رژیم سرکوبگر و فاسد که بیش از 14 زنان، کارگران، زحمتکشان، روشنفکران، هنرمندان و همه اقشار جامعه را سرکوب کرد و می‌کند. اما امروز در آستانه سالگرد ژینا، طوفان بزرگ تغییرات بنیادی در ایران به رغم سرکوب وحشیان و فاشیستی در راه است و همزمان با این سالگرد و همزمانی آن با 35 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 و سال 67 مردم صفحه سنندج و دیگر شهرهای کردستان شهر را به تعطیلی کشاندند و کردستان یک پارچه به اعتصاب عمومی پیوسته. امجد امینی پدر ژینا را از وحشت برگزاری مراسم دستگیر کردند و فریادهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور بر فراز مجتمع‌های مسکونی تهران تنین انداز شد. ما نام مهسا و دختران و پسران شجاعمان را، نام آنها که در خاک افتادند، نام آنها که در زندانند و نام آنها که در خاورانها آرمیدند را فریاد خواهیم کرد که نمی‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. اینها گویای یک حقیقت مهم و تاریخی است که این خیزش تا سرنگونی حکومت اسلامی ادامه خواهد داشت و سنگر انقلاب از کردستان تا زاهدان، از زنان شجاع بی‌حجاب، از دانشگاه، از زندان‌ها آگاه‌تر و تأثیرگذارتر ادامه خواهد یافت. ما نام مهسا و دختران و پسران شجاعمان را، نام آنها که با خاک افتادن را فریاد خواهیم کرد. ما صدای مردم ایران خواهیم بود که در زندانی بزرگتر به وسعت ایران در بند هستند. ما صدای خانواده های دادخواه هستیم. ما در کنار خانواده زندانیان سیاسی خواهیم ایستاد.
و ما حمایت دولت‌های غربی آمریکا و اروپا که با سیاست‌های مماشات جویانه‌شان به بقای حکومت اسلامی کمک می‌کنند را محکوم می‌کنیم و آنها را همدست یکی از جنایتکارترین حکومت‌های قرن حاضر می‌دانیم. زنده باد انقلاب، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Free all political prisoners in Iran. Free all political prisoners in Iran. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی. Down with Islamic Republic of Iran. Women like freedom. Women like freedom. Women like freedom. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. دوستان عزیز، جنادای جمهوری اسلامی همچنان برای تمام دارشان دنبال گردن میگردن. جان بسیاری از فعالان در بند خطر است. فعالان کارگری در بیدارگاه های رژیم از کوچکترین امکانات محروم هستند. معلم های زندانی رو خطرات جانی تهدید میکنه. از چگونگی وضعیت هنرمندانی که در دست دشخیمان اسیر هستند کمتر اطلاعی در دست نیست. اجازه نمیدن اخبار به بیرون درز پیدا بکنه. جان توماج و مهدی یراهی و دیگر هنرمندان و جان سپیده غلیان و بسیاری از عزیزان دیگر در بندمان همچنان در خطر است. رژیم برای اینکه بتونه به گسترش اعتراضات دهنه بزنه خیابونا رو به پادگان ها تبدیل کرده. بیهوده نیستش که سپیده غلیان از پشت دیوارهای بلند زندان میگه کابوس اصلی افسداد حاکم در ایران مردم به پاخواسته ایرانند. دقیقا درست میگه. مضافم به این که مردم به جان اومده از اوضاع ناپسامان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضمن این که این استبداد رو به هیچ میگیرن، امیدشون رو برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی از دست نمیدن. بیهوده نیست که در خیابون‌ها فریاد میزنن سقف و کتاب و گندم قدرت به دست مردم. سقف و کتاب و گندم قدرت به دست مردم. سقف و کتاب و گندم قدرت به دست مردم. سقف و کتاب و گندم قدرت به دست مردم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. نه کولبری نه سوختبری، آزادی و برابری. نه کولبری نه سوختبری، آزادی و برابری. نان کار آزادی حکومت شورایی. نان کار آزادی حکومت شورایی. نان کار آزادی اداره شورایی. نان کار آزادی اداره شورایی. از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا. از کردستان تا جلفا قدرت به دست شورا. کرد بلوچ آذری آزادی و برابری. آزادی و برابری. این شعارهایی که امروز ما اینجا تکرار کردیم در خیابون‌های ایران
تنین افکنده شد و اینها همه اون شعرهایی هستش که در بپاخیزی مردم به جان اومده ایران معنا پیدا میکنه. اگرچه شعر زن جنجیان آزادی به یک شعر متحد کننده تبدیل شد، اما این شعرها بیانگر خواسته های عمومی مردم به جان اومده ما هستش. از همه نظر هستش به ما اینجا امروز وظیفه خودمون دونستیم که این شعرها رو در اینجا با هم دیگه یک صدا متحدانه تدیم بندازیم. در واقع در اینجا از دوست از بسیار عزیزمون مجید میرزایی خواهش میکنم بیان چند کلمه با ما صحبت بکنیم. مجید جان درود بر شما. رفقا بسیار ممنونم از حضورتون برای زنده نگاه داشتن صدای جیناها، برای برافراشتن پرچم به خاک افتاده همه اون دلاورانی که در 44 سال گذشته در برابر این رژیم پیشا تاریخی ایستادند و امروز هم ایستادگی میکنند. قبل از هر چیز مایلم که یادی کنم از دوست بسیار عزیز تازه از دست رفته ما، نویسنده و عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، محمد علی در روز پنجشنبه از دست رفت. مردی که یک عمر علیه سرکوب و سانسور جنگید، در لیست ترورهای وزارت اطلاعات در کنار محمد مختاری ها بود، از سرنشینان و افشا کنندگان ماجرای اتوبوس مرگ، اتوبوس نویسندگان به مقصد ارمنستان بود. محمد علی در تجمعات اعتراضی در یادمانهای ما شرکت می کرد، دلش برای آزادی و برای برابری می تپید و حضورش در کنار ما، در کنار مردم ایران، ادامه مبارزش در صفوف کانون نویسندگان علیه سرکوب و حذف و شکنجه و نابودی مخالفین و دیگران ایشان بود. امروز اعضای کانون نویسندگان ایران سوگوار رفیقی هستند، در حالی که خودشون در ایران در زیر شدیدترین فشارها هستند. بسیاری از شاعران و نویسندگان بازداشت شدند، در زیر فشار هستند، بازجویی میشن، کتابهاشون توقیف شده، بسیاری از روزنامه‌نگاران، سینماگران و هنرمندان در صف متحد اعتراض علیه این رژیم زده بشری هستن. درود ما بر تک تک اونها، تک تک اونهایی که در صف مبارزه برای آزادی و برابری می جنگند. پروین جان ما از سپیده قلیان یاد کرد، مایلم از توماج یاد بشه، مایلم از بسیارانی که امروز در زندانهای ایران برای آزادی، برای نابودی مافیای حاکم می جنگند یاد بکنیم و بیاد بیاریم که اگر این جنبش افت و خیزهایی رو تجربه می کنه، ما حق نداریم که دل سرد باشیم. بیاد بیارید که وقتی جنبش زنان در ایران در سال 57 58 شروع به اعتراض کرد، 90% مردم و یا شاید بیشتر خاموش بودند، کسی به صدای اونها توجهی نمی‌کرد، ولی استمرار در مبارزه، همین بودن ما در این میدان یک گیم چنجر هست، عامل تغییر هست. زنان ما امروز همدلی و همراهی وسیع‌ترین بخش‌های جامعه رو با خودشون دارند. مردان ما که اسیر تعصبات و مردسالاری بودن، امروز
گوششون باز هست برای شنیدن یک صدای تازه. ما نماینده صدای تازه هستیم، صدایی که علیه فقر، استبداد، سرکوب، شکنجه، برتری نژادی و همه اشکال بربریت می جنگه. ما امروز در ایران شاهد اخراج استادان دانشگاه ها هستیم. معلمین بیشترین فشارها رو دارند. کارگران اعتصابی با اخراج، با تهدید، با زندان روبرو میشن. ولی رژیم جمهوری اسلامی بر روی بشکه واروت نشسته و صدای متحد ما، صدای متحد کرد، ترک، بلوچ، گیلک، فارس، عرب، همه مردم، این نظام غیر انسانی، این نظام ضد بشری رو به گورستان تاریخ خواهد سپرد. زنده باد مبارزه متحد مردم ایران، زنده باد صدای رسای آزادی. Free all political prisoners in Iran! زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. Women life freedom. Women life freedom. Women life freedom. Women life freedom. رفقا دوستان، واقعیت اینه که خیزشی که به نام جینا در ایران در گرفت، خیزشی نیستش که به خودی خود به وجود اومده. خیزشی هستش که یک بار سالها رنج و درد مردم به جان آمده در سرتاسر ایران و به خصوص در مناطق محرومی چون کردستان، چون بلوچستان، هر گوشه ای که با رژیم به اصطلاح ستمگر سرتاسری روبرو بود به سلام نوش گرفت. این خیزش خیزشی هستش که اگرچه افت خیز داره، اگرچه ممکنه کوتاه و بلند بشه، اگرچه ممکنه امروز یه عده‌ای بپیوندن و یه عده‌ای ازش کنار بکشن، با تمام این حرفا در بطن جامعه رخ داده و مبتنی هست بر اون چه که واقعیات زندگی مردم ستم دیده مردم در سرتاسر ایران هستش. رژیمی که 43 ساله هر گونه حقی رو با گلوله پاسخ داده. رژیمی هستش که کشتار دهه 60 رو با خودش هم راه داره. رژیمی هستش که به پاخیزی 67 به پاخیزی 98 رو داره. اون رو سرکوب کرد. رژیمی هستش که به پاخیزی خیزش نان رو در 96 داره، اون رو هم سرکوب کرد. این رژیم طبیعیه که همچین خیزشی رو به خصوص وقتی که سازماندهی میشه، به خصوص وقتی که سرتاسری میشه، به خصوص وقتی که کمیته های انقلابی در گوش و کنار جواب ما در شهرهای مختلف شد به اصطلاح جمع میشن و فراخوان های اعتراضی میدن، به خصوص این که حجاب سوزان به راه افتاد و سمبل بردگی اسلام سیاسی رو به زیر گرفت، این خیزش طبیعیه که ما به سرکوب قرار بگیریم. اما آیا رژیم جمهوری اسلامی میتواند تصدی از این سرکوب ها بگیرد؟ دیگه من هرگز این آتشی اگر زیر خاکستر هم باشه دوباره سر بیرون میاره و تاریخ گونه شکل گرفته و این گونه هست که چینج میشه، تغییر میکنه. ما رژیم سلطنتی رو داشتیم، 50 سال حکومت کرد، ولی با انقلاب مردم ایران اگرچه مورد هایجک قرار گرفت، اگرچه نتوانست به اونچه که میخواست برسه، ولی سرنگون شد و این سرنگونی در تپ و تاب جامعه بود، در به اصطلاح خاص مردمی بود که دیگه نمیخواستن رژیم سلطنت شاهنشاهی بر اونا حکومت بکنه، دیگه نمیخواستن سواد جلادی خودش ادامه بده، دیگه نمیخواستن زندانی سیاسی در درون زندانهای رژیم شکنجه بشه، بریم توی آخولو داخت به
پاکم و قاشون داخت بزنن، شلاخ خورده بشن. همه اون چه که رژیم ستم شاهی داشت در سرکوب رژیم جمهوری اسلامی به کار گرفت، سواماشو باستولید، سواکشو باستولید کرد. از بسیاری از مسئولین سواک در گذشته دوباره استفاده کرد و به کمک اونها سواما رو راه انداخت. اما هنوز که هنوز موفق نشده و دقیقا از مردم میترسه. بی خود بیهوده نیستش که این روزها هر صدایی رو میخواد خفه بکنه. بیهوده نیستش که بگیر و ببنده بیشتر را میندازه. بیهوده نیستش که حتی از خانواده های دادخواهی میگذره. بیهوده نیستش که هر از گاهی به گلزار خاوران حمله میکنه تا صداها رو خفه کنه. اما باری دیگه سردن میاره. جیان آزادی یک شعار در واقع متحد کننده هستش. لطفا این رو فراموش نکنید. از خواستگاهی که بر اومده، برحال واقعیت اینه که از کردستان بر اومده، نمیتونیم هم نادیدش بگیریم. به همون زبان بنامیمش، مهسا را به همون زبان نامش را بگوییم. جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، جنجیان آزادی، جنجیان آزادی. در این قسمت از برنامه از رفیقمون اردوان میخوام که با شما صحبت های رو در میم. Today we gather together here to remember and honor the life of Mahsa Amini, Jina, a young woman whose tragic death serves as a painful reminder of the injustice that persists today in the Islamic Republic of Iran. 1 year ago, Mahsa's life was cut short, a young girl who had dreams and potential was killed for showing her hate. Shame! Shame! The Islamic Republic of Iran morality police killed Mahsa Amini for showing her hate. Shame! Shame! Mahsa's story is not just a single tragedy. It represents the systematic issues that affect countless lives every day in Iran. We raise our voices not only for Mahsa, but for every person who has faced oppression, violence, and discrimination at the hands of the Islamic Republic of Iran. Shame! Shame! We demand justice, transparency, and accountability from those in power for the lives that have been lost and for the lives that continue to be risked today in all streets and cities in Iran. The Mahsa Amini legacy reminds us that we must not remain silent in the face of the injustice. The Islamic Republic of Iran must stop its brutality against its own citizens. It must release all political prisoners. It must stop gender apartheid and discrimination of women. Today, we remember Mahsa Amini and all those killed in Iran protesting her death. Today, let us amplify the voices of those who have been silenced. We will never forget and will never forgive until everyone in Iran is free in life, their lives in peace, without fear of Iran's terrorists, morality police, and the whole government of Islamic Republic of Iran and the system of the religions who are making the rule on society. Down with Islamic Republic of Iran! 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 Down with
Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Down with Islamic Republic of Iran. Free all political prisoners in Iran. The only solution. Revolution. The only solution. Revolution. دوستان عزیز، طبق اطلاعاتی که به هر حال مرتب همه ما مطمئنم دنبال میکنیم، رسیده اینه که در کردستان اعتصاب عمومی، اعتصاب گویا مغازه‌دارا و بازار صورت گرفته، همه جا بسته شده. در بسیاری از شهرهای ایران تظاهرات موضعی صورت گرفته. در تهران مردم از پشت بام‌ها و به اصطلاح پنجره‌هاشون شعار مرگ بر دیکتاتور دادن، مرگ بر خامنه‌ای دادن. علی‌رغم حکومت نظامی که رژیم به راه انداخته، ولی نتونسته مردم رو به سکوت وادار بکنه. واقعیت اینه که هرگز ما نمیتونیم و نباید امیدمون رو به تغییر تحولات آتی از دست بدیم. این امید فقط بر بستر مبارزاتمون در پیوند با مبارزات داخل ایران، در پیوند با به اصطلاح مبارزات کارگران، در پیوند با مبارزات زنان، در پیوند با مبارزات محیط زیست، در پیوند با مبارزات دانشجویان، در پیوند با همه جنبش‌های اجتماعی که به اصطلاح خوف رژیم هستن و رژیم میدونه که نمیتونه هیچ کدوم از اون مطالبات رو برآورده بکنه، به خاطر همون سرکوب میکنه، در پیوند با اونا هستش که میتونه نتیجه بده. از همین منظر هستش ما کارزار ونکوور، کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور، از همه شما دوستان عزیزی که امروز به فراخوان ما اینجا تشریف آوردید تشکر میکنیم. ممنون هستیم. میدونیم که موضع مسئلتون مسئله ما هستش، مسئله ایران هستش، مسئله خیزش انقلابی ژنجیان آزادی هستش، مسئله بگیر و ببند هستش، مسئله سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران هستش. ما و همه اونایی که امروز فریاد سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ایران رو میزنن، هیچ چشم داشتی به رژیم چنج، به تغییر تحولات از بالا، به اینکه پارلمان‌های اروپا، به اینکه رژیم‌هایی که در زد و بند، رژیم‌های سرمایه‌داری که در زد و بند با جمهوری اسلامی ایران هستن، بخوان برای ما راهی رو برای این سرنگونی انقلابی باز بکنن، هیچ چشم داشتی نداریم. واقعیت این هستش که اون چه که ما میخواییم به اصطلاح به سرانجام بنشونیم، همه اون چیزهایی هستش که امکان نداره این حکومت‌های سرمایه‌داری خواهان اون باشن. این حکومت‌های سرمایه‌داری فوقش میخوان یه رژیم چنجی در بالا بکنن، ولی ما رژیم چنج رو شاهد بودیم. ما در بسیاری از کشورها رژیم چنج رو شاهد بودیم و میدانیم که انقلاب از بطن جامعه، از پایین، از مقر کارگران و زحمتکشان ایران، از مقر اونانی که فارغ از جنسیت رو به مبارزه میارن برمیخیزه. من پروین اشرفی بار دیگه از همه شما از طرف کارزار ونکوور تشکر میکنم و فقط اگه اجازه بدین دوست دارم یک به اصطلاح اناونسمنت رو هم با شما در میون بذارم، و اون این که دوستان عزیز، کارزار دفاع از مردم ایران در ونکوور چون سالهای پیشین در صدد برگزاری یک برنامه یادمان جانباختگان راه آزادی و برابری در شنبه آینده هستش. در این برنامه ما به پای سخنان چندین تن از زندانیان سیاسی سابق و دوره‌های اخیر شاید می‌نشینیم و امیدواریم شما به پشتیبانی و با حضورتون کمک کنید که این برنامه هرچه پربارتر به پیش بره. ما از جمله به اصطلاح پیام‌هایی
از برخی از خانواده های زندانیان سیاسی دربند خواهیم داشت که در اونجا با شما در میون میذاریم. بنابراین در تقویمتون از همین حالا یادداشت کنید که بیاین و برنامه رو هرچه پربارتر به پیش ببریم. از همین حالا شنبه آینده 23 سپتامبر ساعت 6 الی 9 شب رو برای شرکت در برنامه یادمان کنار بذارید. این برنامه در سالن ساختمان اتحادیه یونیفور شماره 326 خیابان 12 گروه برای همگان آزاد و رایگان هستید. Women life freedom! Women life freedom! فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. مرگ بر ستمگر که شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر که شاه باشه چه رهبر. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. نه کولبری نه سوختبری، آزادی و برابری. نه کولبری نه سوختبری، آزادی و برابری. نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. نه کولبری نه سوختبری، آزادی و برابری. کرد بلوچ آذری، آزادی و برابری. از کردستان تا جلفا، قدرت به دست شورا. Women life freedom. Women life freedom. Women life freedom. Women life freedom. زن زندگی آزادی. مرگ بر جمهوری اسلامی. دم بیت اسلامیک ریپابلیک آف ایران. دم بیت اسلامیک ریپابلیک آف ایران. دوستان عزیز، اون چی که دیدید نمونه ای هستش که 50 سال بر سر مردم ما. با داغ و درفش روندن این حکومت رو، زندان ها رو پر کردن از انقلابیونی که برای آزادی و برابری، برای زندگی و بهتر مبارزه می کردن. اینها کسایی هستن که همه کس غیر از خودشون رو تروریست خطاب می کنن. اینها کسایی هستن که در زدبند با کشورهای امپریالیستی دنبال منزلت و جا و مکان و پست و وزارت و اینا هستن. این نمونش بود. بیهوده نیستش که مردم در ایران و ما اینجا شعار میدیم مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.